رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. بله بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد که با چند تلفن کننده قبل این سوال دوباره تو ذهن من دوباره بازآوری شد. همیشه می‌خواستم بدونم که مرز در واقع بین چیزی که ما به عقل و منطق ازش به اصطلاح میشناسیم و احساسات به نوعی، مثلا همیشه توی حرکت‌ها و رفتارهای ما مثلا تقسیم بندی میکنن، میگن این منطقی بود مثلا با عقلش بود، اون یکی با احساساتش مثلا رفتار کرد. این مرز کجا تعیین میشه؟ آیا نه اینکه مثلا با قرار گرفتن فرض کنید چند تا این تایل ها، این قطعات پازل مثلا چندین چیز کنار هم قرار میگیره تا من مثلا به گریه در میام، یا چندین چیز رو قرار میده همین عقل دوباره در کنار هم تا آدم احساس مثلا خوشحالی میکنه، و اینکه چقدر اینا بازتابی از تماما عقله، یعنی عقلیه یا نیست، یا اینکه اون وقت در رابطه با عشق حالا این کجاست، یعنی این احساسات کجاست، عقل کجاست، و چقدر در واقع درصد کدوم توی مثلا روی یک رابطه فرض کنید عاشق شدن روی در واقع کدوم یکی از اینا بنا میشه، یا اینکه اصلا همچین تفکیکی وجود داره اصلا یا نداره. منظور در این رابطه اگه ممکنه توضیحاتی بفرمایید و من با اجازهتون اگر ممکنه از رادیو با کمال میل تمنا میکنم. لطف کردید. خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر. لطف کردید. عرض کنم مطلبی که بیان فرمودند موضوع بسیار مهمیه و بنده کوشش میکنم خلاصه و فهرستوار احتمالاً به بیشتر جنبه‌ها و جلوه‌هاش اشاره‌ای داشته باشم، گرچه خوشبختانه در گفتگوهای دیگر رادیو یا تلویزیون اشاراتی داشتم. مورد اول این هست که من و شما در یک سال اول زندگی با حسمون، یعنی آنچه که به عنوان سنس یا سنسیشن زندگی میکنیم، مرحله حسی حرکتی، مرحله در حقیقت جهان رو از طریق حواس که بیشتر هم همون حواس پنجگانه یا البته چندگانه دیگری هم هست ما باش ارتباط برقرار میکنیم. مرحله سنسوری موتور مرحله است که من با چشمم میبینم، با طعم یه چیزی، با گرما سرما در ارتباط هستم. این پس زندگی من و شماست تقریبا در یک سال اول یا حداقل بیشترینش. بین یک سالگی تا هفت سالگی دو تا عامل بر این عامل حس اضافه میشن. یکی هوش ماست یا اینتلیجنس که نقشی داره و حالا ما رو به یه نوع بازیگری میکشونه، و چون هوش در این مفهوم به معنی تنوع در سازش هست، به نوعی با ایجاد روابطی و یا به وجود آوردن شرایط و موقعیتی ما کوشش میکنیم به نیازهامون یا هدفهامون برسیم. بنابراین بچه یک ساله تا هفت ساله حالا شروع میکنه از طریق خودش رو شیرین کردن یا گریه کردن یا لگد زدن یا درخواست کردن یا حرف زدن به هر حال نیازش رو برآورده کنه و حرفش رو هم بزنه یا به هدفش برسه. سومین مسئله که از یه سالگی سرکلش به صورت جدی پیدا میشه تخیلات و تصورات ماست، یعنی یه قسمتی در مغز ماست که میتونه دنیا رو تصویر کنه. به همجاست که یکی از مشخصات بسیار از بچه های باهوش داشتن یه دوست خیالیه که با او صحبت میکنن، یا بچه هایی که اصولا جلو آینه میستن با خودشون یا با دیگری حرف میزنن یا میتونن با خودشون بازی کنن. و در نتیجه من و شما بین یک تا هفت سالگی علاوه بر حسمون با هوشمون و تخیلمون هم زندگی میکنیم. نکته مهم اینه که این حس و هوش و تخیل یه حالی رو یا احساسات، عواطف و هیجاناتی رو، یعنی feeling and emotion رو در ما به وجود میاره. این نکته است که تمنا میکنم بهش توجه بشه. یعنی ما هیچ وسیله‌ای از قبل برای احساسات و عواطف و هیجانات نداریم، یعنی feeling and emotion های همینجوری نداریم. من به خاطر محبتی که این موجود به من کرده که بعدن متوجه میشم مادرمه، یه ارتباط عمیق سنگینی و یه محبت و حالا اسمش هر چی میخواید بذاری، دوست داشتن و عشق و نزدیکی و وابستگی و وصل و تعلق و همه اینا رو پیدا میکنم نسبت به این آدمی که هزاران هزار بار این چنین منو از درد رهانیده و دور کرده و این همه من لذت و شادی و امنیت و آرامش و محبت داده. همه اینا رو پس من دارم. نتیجتاً در هفت سال اول من احساسات و عواطف و هیجاناتم هنوز از طریق هوشم میاد، تخیلم و حسم. این وضع رو ادامه بدی تا 18 سالگی و
در 18 سالگی حس رشد خودش رو میکنه، هوش رشد خودش رو میکنه، به همجاست که با یه دنیای تازه منو آشنا میکنه، تخیل منم البته واقع بینانه تر میشه و محدودتر میشه ولی همچنان نقشی داره، پس منو میرسونه به 18 سالگی. اما باز دو مرتبه این حس من و این هوش من و تخیل منه که احساسات و عواطف من به وجود میاره. حالا این حس درونی من به عنوان یه مرد یا به عنوان زن به جنس مخالف یه نگاهی داره، یه علاقهی پیدا میکنه، یه میلی از نزدیکی داره، به دوستان یه احساسی از رابطه دوستی داره، حالا آدم به دنبال دوستشه، میخواد دوست داشته باشه، که قبلا تو 3-4 سالگی من به دنبال اسباب بازی یا همبازی بودن اما به دنبال دوست نبودم، ولی حالا یه چیزی به اسم دوستم وجود داره. نکته مهم اینه که از نظر من 99% مردم در 99% تاریخ این تصویر ذهنیشون بوده که نه تنها تا 18 تا 80 سالگی هم ادامه داشته، یعنی حس من، هوش من، تخیل من احساسات و عواطف و هیجانات من رو میسازن. اما اونطوری که شما اشاره فرمودید یه موضوع دیگری هم از 7 سالگی سر کلهش پیدا میشه که اگر پایه‌هاش رو به درستی در 7 سال اول ریخته باشن، از 7 سالگی بعد درست مانند دانه‌ای که کاشته شده سر بیرون میزنه و اسم این اون مقدماتی است که بعداً در کمال خودش 18 یا 22 سالگی تبدیل میشه به عقل، یعنی rational mind و thinking، که این rational mind و thinking که شما بهش اشاره فرمودید با اونا قبلا، با اون چیزایی که قبلا عرض کردم متفاوت، یعنی با حس و هوش و تخیل متفاوت. علتش این است که اولا بر اساس اصل اویدنس کار میکنه، نه علیت کازالیتی، و دومی که تنها قسمت آزاد وجود انسانی هست و به هر حال یه توانایی ها و یه نیرویی است که اصلا در هوش یعنی اینتلیجنس و در تخیل و حس نیست، و این همون چیزی است که قوانین جهان رو کشف میکنه، این همون چیزی است که به اختراعات و اکتشافات مشغول میشه، این همون چیزی است که حتی مفاهیم تجریدی میسازه و نه تنها متوجه مفهومی مثل عدد میشه که تا 7 سالگی تقریبا برای بچه مشکل یا غیر ممکنه، حتی با عدد منفی آشنا میشه، و در نتیجه آنچه که شما به عنوان عقل و به اصطلاح رشنال مایند و تینکینگ گفتید سر کلهش پیدا میشه. حالا نکته مهم اینه که اون احساسات، عواطف و هیجانات که بهش اشاره فرمودید حالا باید از عقل سرچشمه بگیره، یعنی دیگه قرار نیست حس من و هوش من و تخیل من نقش اساسی رو داشته باشن، همچنان نقشی دارن اما باید نقش کمی داشته باشن. احساسات و عواطف من باید از عقل من بیاد، یعنی حالا نگاهی که من به مردم میکنم، حتی به مادرم میکنم، از این عقل واقع بینی باشه که مبتنی بر علم است و از طریق کاربرد درست منطق به درستی استدلال میکنه. بنابراین این ترکیب واقعیت و علم و عقل و منطق سبب میشه که احساسات و هیجانات من شکل و فرم دیگری بگیره، یعنی حالا دیگه من فکر نمی کنم که عمه من یا خاله من بهترین زن دنیا هستن، اونا رو آنگونه که هستن میبینم و هزاران زن مهربان، فهمیده، آگاه، دانا رو هم در جهان میشناسم، نه اینکه با تنگ نظری کودکانه مبتنی بر حسم احتمالاً فقط اونها رو تنها زن دنیا بدونم و بقیه مردم دنیا رو غریبه و یا احتمالاً بی ارزش و بی اهمیت تلقی کنم. بنابراین اون چیزی که اشاره فرمودید از اینجا میاد. حالا درباره عشق دو تا نکته است. یکی این که عشق یه مقدار مایش تو وجود همه گذاشته شده یا حداقل حالش گذاشته شده، که این مایه‌ای که گذاشته میشه به نظر میرسه یه 6 ماه 9 ماهی هم بیشتر به دلیل ترشح مواد خاصی در مغز، اون زمانی که پسر و دختری به هم سخت توجه میکنن و علاقمند میشن بیشتر نیست، ولی بعد از اون تموم میشه و میره و بنابراین من رو دیگه بدون اون مایه عشق میگذاره. اما اگر من شرایط و موقعیت خاصی رو پشت سر گذاشته باشم و اون خمیره و مایه عشق در وجود من یا در 8 سال اول کاشته شده باشه یا من بعداً در وجود خودم بعد از 18 سالگی کاشته باشم، حالا اتفاقی که میفته این است که اون احساسات و عواطف و هیجانات ظرفیت چیزی رو پیدا میکنن که من اسم اونو عشق میدونم که در گذشته به نظر من وجود نداشته، برای اینکه عشقی که واقعاً به معنی امروز میشناسیم، نه اینکه امروزه بلکه معنی درستش میشناسیم، عشقی است که از عقل ناشی میشه، یعنی انسان عاقلی است که عاشق میشه، انسان عاقلی است که جهان رو آنگونه که است به خودش و انسان دیگه و رابطه رو تشخیص و تمیز میده و بر مبنای اون به دلیل زمینه‌های ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی حالا به اون آدم ارتباط برقرار میکنه، نه اینکه فقط مانند گذشته به دلیل
تمایلات جنسی یا جنبه فیزیولوژیک و بیولوژیک یا حتی نورولوژی و ژنتیکی علاقه من بشه. امروز یه موجود آزاد آگاهی هست که علاقه رو میتونه در یه چارچوب خاصی داشته باشه و به همین جهت است که من عاشق رو کسی میدونم که عاقله. و اتفاقا آدمی که عاقل نباشه از نظر من عشقش یا همون عشق گذاشته شده طبیعی است در وجودش که برای مدتی خودشو نشون میده، بعدم غایب میشه میره دنبال کارش، درست مانند ضبط صوتی است که بالاخره پیام رو تمام میکنه و بعد از تمام شدنش هم مانند اون برنامه ها از میان میره و دیگه قابل بازنواختن نیست. ولی اگر کسی این رو به درستی در وجود خودش کاشته، بعدن بر مبنای اون حرکت میکنه. نتیجتاً اینکه کسی بگه عقل من اینو میگه، عشق من اونو میگه، من باش مسئله دارم. اینکه بگه عقل من اینو میگه، احساس من اونو میگه، مسئله دارم. از نظر مغزم میدونیم که لایه‌های میانی مغز یا آنچه که به عنوان مغز میانه میشناسیم مرکز احساسات و عواطفن، در حالی که لایه‌های بالای مغز مرکز اون واقع بینی در تفکر و تعقلن و اینا با هم در تضاد نیستن، مانند چشم و گوشی هستن که دو گونه خبر رو به هر حال به من و شما منتقل میکنن. امیدوارم این کلیات حداقل تا حدودی پاسخ شنونده عزیز رو باشه. چون پیام ها اومده اجازه به همین اندازه بسنده کنیم. امیدوارم در یه گفتگوی دیگری بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم.